سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه ایران و جهان. من فریبا شیرازی هستم. برنامه این هفته را اختصاص دادیم به اجرایی شدن برجام و ابعاد مختلف آن، از جمله مخالفت‌ها، تداوم اجرای آن بعد از دولت‌های حاکم در ایران و آمریکا و تأثیرش بر امنیت ایران و منطقه و همچنین بر رابطه ایران و آمریکا را با کارشناس برنامه به بحث می‌گذاریم. با ما همراه باشید. هر سه طرف مذاکره، یعنی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا، پس از توافق برجام از ضرورت و اهمیت دیپلماسی برای حل بحران‌های بین‌المللی گفتند. به خصوص رؤسای جمهور ایران و آمریکا در اولین واکنششان به عملی شدن برجام سعی کردند پاسخ منتقدانی را دهند که همه تلاش خود را کردند تا جلوی توافق را بگیرند. در اظهار نظرهای رؤسای جمهور ایران و آمریکا، خوشبینی از تداوم اجرای توافق وجود دارد. این در حالی است که آقای روحانی 2 سال و آقای اوباما کمتر از 1 سال دیگر از ریاست جمهوریشان باقی نمانده. دولت‌های دو کشور در این مدت باقی مانده برای استمرار اجرای برجام و غیر قابل برگشت بودن این توافق چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند و آسیب‌هایی که برجام را در هر دو کشور تهدید می‌کند کدامند؟ این پرسش‌ها را با مهمانم دکتر منصور فرهنگ، استاد دانشگاه و نماینده سابق ایران در سازمان ملل در میان می‌گذارم. درود بر شما و خوش آمدید به برنامه. متشکرم از دعوتتون. آقای دکتر، در هر دو کشور تندروهایی هستند که مخالف توافق برجام هستند و میگن که این توافق قابل برگشته. چقدر احتمال داره اجرای برجام پس از دولت‌های آقای روحانی و آقای اوباما متوقف بشه؟ مخالفت‌هایی که چه در ایران و چه در آمریکا با این عهدنامه بین ایران و 6 کشور شده، متأثر از رقابت‌های سیاسی داخلی در داخل هر کشوره و استفاده از چهره ایران در افکار عمومی غرب و یا تصویر آمریکا در گروه‌ها و عناصر حامی جمهوری اسلامی در ایران نقش مهمی در این رابطه ایفا می‌کنه. البته این تمام قضیه نیست. بنابراین اگر در طی 1 سال آینده که آقای اوباما هنوز رئیس جمهوره، ایران به تعهدات خودش عمل بکنه و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید بکنه که ایران انحرافی از تعهدات خودش نداشته، هر رئیس جمهور دیگری بعد از اوباما بیاد، حتی اگر جمهوری خواهم باشه، تغییری در این عهدنامه نخواهد داد. یکی از دلایل اینکه این تغییر بسیار غیر محتمله اگر ایران به تعهداتش عمل بکنه و تایید بشه، اینه که افکار عمومی آمریکا جنگ دیگری در خاورمیانه نمیخواد. امروز مبنای آخرین سنجش افکاری که من دیدم، 73% از مردم آمریکا با استفاده از نیروی نظامی در خاورمیانه مخالفن. بعد از افغانستان، بعد از عراق، بعد از لیبی، بعد از سوریه، این فجایعی که در اونجا بعد از 10-12 سال بار اومده و نزدیک به 3 تریلیون دلار مخارج برای آمریکا تهیه کرده، دیگه این تصور که با استفاده از گزینه نظامی مسئله حل میشه توی افکار عمومی آمریکا جذابیتی نداره. ولی در دوره انتخابات چهره ایران در افکار عمومی آمریکا انقدر منفوره که تو سر ایران زدن به ضرر هیچ کاندیدی تموم نمیشه. سوء ظن و بی‌اعتمادی نسبت به ایران داشتن و به طور کلی از قشریگری ایران انتقاد کردن همیشه مورد استفاده تبلیغات و مبارزات انتخاباتی قرار بگیره، ولی در موضع قدرت رئیس جمهور آینده تغییری در برجام نخواهد داد.
این در جامعه آمریکا هست، اما در ایران تندروها که معمولا کنترلشون از دست دولت خارجه و پشتیبانی نهادهای مهم قدرت رو در کنار خودشون دارن، در برهای مختلف نشون دادن که رفتار قابل پیش بینی ندارن. به عنوان نمونه حمله به سفارتخانه‌های خارجی از جمله عربستان و پیشتر بریتانیا یا بازداشت ملوانهای آمریکایی از این دست اقدامات هستند، اقداماتی که ممکنه برجام رو با حال مخاطراتی روبرو کنه. چقدر آقای روحانی میتونه این گروه ها رو کنترل کنه و اصولا شرایط رو به گونه ای مدیریت کنه که برجام آسیب نبینه؟ ببینید، جمهوری سیاست خارجی و جمهوری اسلامی رو ما میتونیم تشبیه بکنیم به یک سکه که یک طرف اون سکه هنوز صحبت از بلند پروازی، صدور انقلاب، گسترش نفوذ ایران میکنه و خامنه ای و شرکا که معرف این سوی سکه هستند رسالتی برای خودشون قائلند که اسلام مورد نظر خودشون رو در منطقه ترویج بدن و قدرت ایران رو، نفوذ ایران رو در منطقه زیاد بکنن. این 27 ساله که این سیاست ادامه داره، ولی این سیاست هزینه های بسیار سنگین اقتصادی برای ایران داشته، ایران رو در جهان تنها کرده. بنابراین در سوی دیگر سکه از درون خود رژیم تنها روحانی و ظریف و کابینه او نیستند. وقتی اگه ما به اتاق بازرگانی ایران نگاه بکنیم، به اون بخش سرمایه‌داری که این رژیم ایجاد کرده، اینها میخوان انزوای سیاسی ایران رو تغییر بدن و روابط تجاری و اقتصادی ایران رو با دنیا عادی بکنن در چارچوب منافع خودشون و رژیم. و من وقتی از استعاره سکه استفاده میکنم، یعنی این دو سو به هم وصلن، ارتباطی به دموکراسی، ارتباطی به شهروندی، ارتباطی به پایان دادن به جامعه ایران به خودی و غیر خودی نداره، بلکه تحلیل ها و بینشی است که در چارچوب ثبات و آینده رژیم برای نخبگان کنونی داره. اینها دارای یک، و این دو سوی سکه اینطور نیست که دو جناح باشن که یکی این بره، نه، به هم وصلن، به هم ارتباط دارن، به هم نیاز دارن. واقعیت امر اینه که این نمیتونه این تضاد دا ادامه پیدا بکنه. و من یک نکته جالب که بخوام در اینجا اضافه بکنم از نظر فهم تطبیقی مسئله سیاست خارجی ایران اینه که در قرن بیستم 4 انقلاب ریشه دار در دنیا به وجود اومد: روسیه، چین، کوبا و ایران. و هر 4 تا انقلاب در اوائل امر که قدرت خودشون رو تثبیت کردن، گفتن که این انقلاب به هیچ وجه محدود به مرزهای ما نیست و یک پدیده جهانی است که دیگران هم میتونن از اون استقبال بکنن. روسیه گفت کشور مادر. اون 3 تا کشور، روسیه و چین و کوبا، به بن‌بست رسیدن، دیدن انقلاب کالا نیست که بخوان صادر بکنن و ادامه روششون میتونه هزینه های سنگین اقتصادی و انزوای سیاسی داشته باشه، و برگشتن به سیاست خارجی که حداقل در چارچوب بینش خودشون مبنای نیازهای ملی داره، یعنی منافع ملی. ایران رسیده به سر اون دوراهی. دقیقا اون دو سوی سکه منو یاد بعد از مرگ ماوتسه‌تونگ در چین میندازه که کدوم طرف، تا زمانی که خامنه ای و شرکا و دستگاه او در رأس قدرت هستن، بسیار بعیده که این تضاد و تناقض بتونه به نفع گروه های اصلاح طلب درون رژیم حل بشه. توجه داشته باشیم که رژیم ولایت فقیه ماهیتاً نیاز به دشمن همیشه در کمین داره، و بین این دشمن همیشه در کمین و منتقدین و مخالفین داخلی خودش ارتباط ارگانیک برقرار میکنه. بسیار سخته که این تضاد و تناقض به راحتی در آینده نزدیک حل بشه، و تا حل نشده اختلافات ایران با جهان غرب به طور عام و با آمریکا به طور اخص
ادامه خواهد یافت. آقای دکتر، بحث خاص یک بحث هست، بحث اقدام یک بحث دیگری هست. منتقدان برجام در ایران و آمریکا عملا چه اقداماتی میتونن انجام بدن تا اینکه برجام رو تاثیر بذارن یا متوقف کنن اجراش رو؟ هیچ کار در آمریکا که به احتمال قوی هیچ اقدامی نخواهند کرد، اگر همطور که توضیح دادم ایران به تعهدات خودش عمل کرد، جامعه آمریکا، سیاست خارجی آمریکا، به طور کلی نخبگان سیاست خارجی آمریکا، چه جمهوری خواه چه دموکرات، این اولویت رو پذیرفتند که برنامه هسته‌ای ایران باید مهار بشه. یعنی ایران توانایی ساختن سلاح هسته‌ای رو نداشته باشه و این موفقیت رو کسب کردن. به نظر من حداقل تا 10-15 سال آینده که میتونه ادامه پیدا بکنه و ایران هم به دلیل فشارهای اقتصادی و بلایی که تحریم‌ها سر کشور بود مجبور به تمکین شد که بیاد 98% از اورانیوم غنی شده خودش رو به خارج بفرسته و بیلیون‌ها دلار، واقعا ما اعداد و ارقام کاملا که بتونیم روشون اتکا بکنیم نداریم، ولی حد زده میشه که ایران شاید 500 بیلیون دلار در طی این سال گذشته خرج کرد برای دستگاه‌هایی که امروز باید تعطیل بکنه. بنابراین ایران از این بلند پروازی اتمی خودش دست کشیده و آمریکا هم قدر اون خواهند دونه. در داخل کشور بیشتر مربوط به اینه که این پولهای مسدود شده به کجا میره، تبلیغات کی در دست میگیره، ولی من فکر میکنم که حتی در درون رژیم ایران گروه‌ها و عناصر با قدرتی باشن که بخوان برجام رو به طور کلی تعطیلش بکنن و برگردن به دوره یک سال و دو سال قبل و سالهای احمدی نژاد. بسیار بسیار بعیده، برای اینکه رژیم ایران امروز در درجه اول قدرتی که حاکم بر مواضع ایدئولوژیک، همونطور که در چین و روسیه و اینا مارکسیسم لنینیسم ابزاری شده بود در خدمت کسانی که قدرت بودن و هر تفسیری ازش میتونستن داشته باشن، امروز در ایران هم هر تصمیمی که رژیم برای بقای خودش، ثبات خودش، بلند پروازی های خودش بگیره، آیه و سوره میارن و میخوان توجیهش بکنن. شکسپیر 400 سال قبل در مرچنت ونیس یک جمله خیلی جالبی از طریق یکی از کاراکترهای این نمایش گفت، به اون که گفت شیطون هم میتونه از کتاب آسمانی برای دفاع از خودش استفاده بکنه. بنابراین اگر روزی در ایران همونطور که در چین موقعی که بازار بورس رو باز کردن عکس بزرگ ماو ستونگ اون بالا بود، اگر در ایران هم یه روز یه رقص یه جا رقص رو بپذیرن و موزیک رو بپذیرن، هیچ بعید نیست که عکس آقای خمینی رو اون بالا بذارن. بنابراین ما باید توجه بکنیم به عملکرد و رفتار ملموس و مشخص ایران و نه شعارهایی که در نماز جمعه یا سخنرانی های آقای خامنه ای مطرح میشه. آقای دکتر، تا چه اندازه میشه امیدوار بود که این توافق در آمریکا بعد از پایان ریاست جمهوری آقای اوباما، به خصوص اگر جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری پیروز بشن، میتونه پایدار باشه و ادامه پیدا کنه؟ پایدار میمونه اگر ایران به تعهدات خودش عمل بکنه. یعنی در حتی متفکرین ما سیاستمدارانی که امروز برای مبارزات انتخاباتی فعالیت میکنن رو با اونا رو که به سر گفتگوی اونها، گفتبان اونها، فعالیت ها اینا در چارچوب انتخابات قابل فهمه، ولی اگر حتی در داخل حزب جمهوری خواه به تحلیلگران سیاسی برسیم، اونها هم با دموکرات ها اختلافی ندارن که اولویت سیاست خارجی ایران در رابطه با ایران مهار کردن توانایی ایران برای ساختن سلاح هستی. تا زمانی که بگن این توانایی مهار شده، چه جمهوری خواه و چه دموکرات از این توافق نامه حمایت میکنند و ادامهش میدن. در آمریکا مخالفان توافق برجام آقای اوباما رو متهم میکنند که ده ها میلیارد دلار پول رو آزاد کرده و در اختیار ایران قرار داده و این پول ها هزینه جاه طلبی های نظامی ایران، کمک به برنامه های موشکی، کمک به حزب الله و بشار اسد میشه. این انتقاد چقدر واقع بینانه است؟ اولا این پولا رو آمریکا به ایران نمیده. این نفتی است که ایران به کره، به هندوستان، به چین، به ژاپن فروخته و اونها به دلیل تحریم های دوگانه آمریکا این پولها رو به ایران پرداخت نکردن.
که این پولها پرداخت میشه. این انتقاد تا حدودی صحیحه، یعنی هیچ بعید نیست که در داخل ایران اون دو سوی این سکه سر وقتی این پولها به ایران میرسه رقابتی داشته باشه که بیشتر این پولها رو میخواد، و تردیدی برای من نداره که در اینجا هم سپاه پاسداران که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران رو در کنترل داره میتونه برخوردار بشه از این پول. این انتقاد کاملا قابل فهمه و منطقی هم هست، اما باز دخالتی در اولویت سیاست خارجی آمریکا که محدود مهار کردن توانایی ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای است نداره. این هم به عنوان مشکلی میتونه توی سیاست خارجی آمریکا مطرح بشه، چه در لبنان، چه در سوریه است، چه در عراق، چه در جاهای دیگه در خاورمیانه باشه. اما به این دلیل کسی نمیاد بگه پس بنابراین ما برجام رو باید لغو. یکی از مسائلی هم که مطرح میشه که که برجام رو آسیب پذیر میکنه تحریم ها هستن. برخی تحریم ها از جمله تحریم های حقوق بشر و تحریم های مربوط به تروریسم همچنان ادامه پیدا میکنن، و همچنین آمریکا تحریم های تازه ای که به دلیل برنامه موشکی ایران علیه تهران مقرر کرده. تاثیر برقراری تحریم های تازه و باقی موندن برخی تحریم های گذشته چه تاثیری میتونه در اجرای درازمدت برجام داشته باشه؟ بر مبنای تمام مطالبی که من در این روزها خوندم، کسانی که به طور مستقیم در این مذاکرات شرکت داشتن، تحلیلگرانی که واقعا از نظر علمی هم آگاهی دارن که بنده ندارم، بعد مطالبی رو که میخونن بر مبنای به اصطلاح منابعی که اینها هست آدم بپذیره، همه معتقدن که تاکنون ایران بدون چون و چرا به تعهدات خودش عمل کرده، بنابراین هیچ موضوع دیگری رو نباید به عنوان بهانه و یا به عنوان دلیل برای مورد سوال قرار دادن برجام استفاده کرد. اولویت رو به دست آوردن. این تحریم های جدید محدوده و تأثیر اساسی روی رفتار و کردار ایران نداره. تحریم های مربوط به موشک های بالیستیک، اختلافات ایران و آمریکا، اختلافات اتحادیه اروپا و ایران ادامه خواهد یافت. این واقعیت امرینه که رژیم ایران عوض نشده، بلکه ضرورت های اقتصادی ایجاب کرده که در رابطه با برنامه هسته‌ای کوتاه بیان که بتونن به مشکلات و مصائب اقتصادی کشور برسن. همونطور که در جریان هستید، آقای روحانی بعد از اجرای شدن برجام نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشتند و آقای خامنه‌ای در پاسخی که به نامه آقای روحانی دادند از اظهارات تازه سیاستمداران آمریکایی ابراز نگرانی کردند. پیش از این هم ایشون نسبت به مسئله نفوذ ابراز نگرانی کرده بودند. مشخصا نگرانی آقای خامنه‌ای از چیست؟ ببینید، مخالفت رژیم ایران با جهان غرب به طور عام و با آمریکا به طور اخص یک مخالفت فرهنگی است. یعنی اینا از چارچوب به اصطلاح چپ سنتی که امپریالیسم و مسائل اقتصادی رو در نظر میگیره اونطوری فکر نمی‌کنن. توی صحبت‌هاشون و حرف‌هاشون شعارهای اونطوری هم میدن، ولی همطور که آقای خامنه‌ای و خمینی بارها و بارها گفتن، اینها گفتن از دامن کوتاه زن بیشتر وحشت دارد، خطرناکترش میدونن تا ارتش آمریکا. از موزیک اینها، از هنر اینها، هالیوود برای ایران خطرناکتره تا ارتش آمریکا. و اینم ما میدونیم در داخل کشور رژیم ایران یک رژیم تمامیت‌گرایی است که در حریم خصوصی زندگی مردم دخالت میکنه. یعنی انسان ها در اتاقهاشون چه کارهایی میکنن دولت باید بدونه و برای خودش مسئولیتی یا رسالتی قائله که اونها رو تربیت بکنه. بنابراین وقتی آقای خامنه‌ای صحبت از نفوذ غرب میکنه، داره راجع به ارزش‌های مدرن، خصوصا ارزش‌های مدرنی که چنون امروز تابو شکنی کرده در جهان غرب که در خود جهان غرب خصوصا آمریکا مشکلات ایجاد کرده. مثلا پذیرش همجنسگرایی به عنوان یک واقعیت ماهیت انسان یا حتی ازدواج همجنسگرایان که در آمریکا قانونی شده. در خود آمریکا سنتگرایان و جمهوری خواهان سخت دارن از این تعصبات سنتی استفاده میکنن بر ضد نیروهای
پیشرو و لیبرال از جمله اوباما. حالا وقتی ما میبریم به داعش و ایران و عربستان سعودی، این تحولات و پیشرفت‌های فرهنگی که در جهت تابو شکنی در غرب ایجاد شده، سخت اونا رو به وحشت انداخته. بنابراین مشکل آقای خامنه ای مشکل فرهنگی و ارزشی و تجدده، و این مشکل قابل رفع نیست و آمریکا و بریتانیا و فرانسه عوض نمیشن. دیر یا زود این ایرانه که یا باید طوری در تهجر بمونه و یا اینکه در مقابله با تهجر بتونه مدنیت رو، مدرنیتر و تجدد رو بپذیره. اینها مشکلاتی است که بسیار ریشه داره و ریشه ها در داخل کشورهای اسلامی خاورمیانه است و اگرچه قاطی میشه با مسائل سیاست خارجی برای اینکه برد تبلیغاتی داره، ولی ارتباطی به سیاست خارجی نداره و ارتباطی به نگرانی ها و برآشفتگی فرهنگی این افراد در پیشرفت ارزش های مدرن در دنیا داره. با توجه به حل و فصل شدن مسئله هسته‌ای و مسائلی نظیر حل سریع بازداشت ملوانان آمریکایی میان ایران و آمریکا و مسائلی مثل مبادله زندانیان و تجربه‌های مشابه، چقدر احتمال تقویت گفتگوهای مستقیم میان دو کشور در موضوعات دیگه وجود داره و آیا میتونیم بگیم که پس از اجرایی شدن برجام دو کشور ایران و آمریکا به سمت عادی سازی رابطه پیش می‌روند؟ خیر، به صورت عادی سازی پیش نمیرن، بله، اگر مشکل و مسئله پیش بیاد که طرفین منافع مشترک دارند، باز هم همکاری خواهند کرد. مثلا تعویض در ایران، در واقع ما زندانی سیاسی در ایران نداشتیم، ما در ایران گروگان داشتیم و این گروگان ها و این چند نفری که سه نفری که زندانی بودند و یا علیهشون پرونده ای وجود داشت به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین مربوط به تحریم ها، اینها واقعا آمریکا در برابر یک معضلی قرار داشت و این انتقاد در آمریکا وجود داره و هر کسی هم که در اون موقعیت باشه در یک معضلی قرار داره که باید تصمیم بگیره، و اون اینی که اگر بخوان بیان گفت و شنودی بکنن و این گروگان ها رو با زندانیان تعویض بکنن، این میتونه یک وضع ایجاد بکنه در خاورمیانه که گروه ها و عناصر دیگه در منطقه بتونن خارجی ها رو گروگان بگیرن و باز به دنبال منافع خودشون در فکر داد و ستد باشن. از طرف دیگه اگر شما رئیس جمهور آمریکا باشی و ببینی که چهار یا اتباع شما در زندان ها اونجا اصلا محکومیت های دراز مدت دارن، هر تصمیمی که بگیری میتونه مورد انتقاد قرار بگیره. آقای اوباما ارجحیت داد به این که این زندانیان رو گروگان ها رو آزاد بکنه، اگرچه آزادی این گروگان ها میتونه یک پیامد منفی هم در رابطه با گروگانگیری و سوء استفاده از اون در منطقه ایجاد بکنه. بسیاری از مسائل سیاسی و مشکلاتی که امروز ما باش روبرو هستیم، پاسخ روشنی که آدم 100% باش راضی باشه ندارن. هر تصمیمی شما بگیری میتونه یه سری پیامدهای منفی داشته باشه که باید با اونها ساخت. پس به باور شما اجرای برجام برای رفع انزوای ایران به تنهایی کافی نیست و جمهوری اسلامی ناگزیر برای تعامل با جامعه جهانی در سیاست‌های داخلی و بین‌المللی و منطقه‌ای خودش بازنگری کنه؟ دریافت من درست است؟ بدون چون این بازنگری از نظر من اجتناب ناپذیره، یعنی همونطور که یعنی اصلا امکان این که ایران بتونه این هزینه سنگین رو بپردازه به دخالت هایی که در منطقه میکنه، از نظر اقتصادی و سیاسی برای ایران امکان پذیر نیست، ولی به زودی نمیتونن به این نتیجه، همونطور که در روسیه و چین و کوبا به این نتیجه رسیدند، ایران هم به اون نتیجه میرسه، ولی کی و چگونه قابل پیش بینی نیست. من شخصا معتقدم تا زمانی که خامنه ای در رأس قدرت در این ایران هست، دشمن همیشه در کمین باید اونجا وجود داشته باشه و اسلام محمدی و انقلابی آیه و سوره و امام حسین امام حسن باید تعیین کننده سیاست خارجی ایران در منطقه خاورمیانه باشه. بعد از رفتن او چه تغییرات و تحولاتی در ایران میتونه
به وقوع بپیونده که تأثیر روی سیاست خارجی ایران در جهت واقع بینی و عملگرایی وجود داشته باشه، این رو ما نمیدونیم. آینده میتونه بگه. با نهایت تأسف امور سیاسی به طور عام، امور سیاسی در کشورهای انقلابی که تغییرات ریشه‌ای کردن قابل پیش بینی نیستند. پس از اعلام اجرایی شدن برجام، خانم شیرین عبادی در نامه‌ای سرگشاده به آقای روحانی ابراز امیدواری کردند که نوبت آشتی با ملت ایران هم فرا برسه. آقای روحانی هم خودشون اشاره کردند که مدل برجام رو باید در داخل هم اجرایی کنیم. اجرایی شدن برجام چقدر میتونه به گشایش فضای سیاسی داخل کمک کنه؟ این امید طرفداران حقوق بشر و دموکراسی و پایان این تقسیم ایران به خودی و غیر خودیه. این نامه خانم شیرین عبادی نامه است که اکثریت بزرگ ایرانیان تاییدش میکنن، ولی برای من بسیار سخته که تصور بکنم جنتی و امامی کاشانی و خامنه ای بخوان با جامعه ایران آشتی بکنن به این شکل، حقوق مدنی مردم ایران رو بپذیرن. یعنی پذیرش این یعنی برکناری از قدرت. اینه که نامه خانم عبادی و کسانی که در اون خط حرف میزنن این بخشی از مبارزه نیروهای دموکرات آگاهی دادن به مردم در رابطه با وضعیت ایرانه، ولی نباید انتظار داشت که خامنه ای تغییر جهتی بده و بخواد با ایران آشتی. با آمریکا آشتی نکرده. ضرورت‌های اقتصادی، بنبست اقتصادی باعث شد که بیان برجام رو بپذیرن و به بهای صدها بیلیون دلار خرجی که در این رابطه کرده بودن در داخل کشور همچی ضرورتی براشون وجود نداره. این ضرورت میتونه به اجرای نامه خانم عبادی یعنی پایان زندگی ولایت فقیه که خواست به نظر من اکثریت مردم ایرانه، ولی نباید انتظار داشت که خامنه ای در این جهت قدمی برداره. یکی از نگرانی های منتقدان برجام هم این هستش که حل این موضوع مسئله نقض حقوق بشر در ایران رو به حاشیه میبره، چرا که اولویت کاخ سفید موضوع مهار هسته‌ای ایرانه، نه بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. با این استدلال چقدر به طور کلی در دنیای سیاست خارجی آمریکا موقعی که منافع امنیتی و اقتصادی آمریکا تضادی با دفاع از حقوق بشر نداشته باشه دفاع میکنن ازش، ولی موقعی که اون اولویت داره و این اولویت رو نباید اجازه بدن که امر خدشه‌دارش بکنه توجه زیادی به حقوق بشر در خاورمیانه، مگه در عربستان سعودی و در مصر توجهی به حقوق بشر؟ مصر داره سالی 3 بیلیون دلار از آمریکا کمک نظامی میگیره و استبدادی که در مصر هست شبیه استبدادی که در ایران یا در عربستان سعودی. به طور کلی دفاع از حقوق بشر و برآوردن حقوق بشر مسئولیت مردمی است که در اون جامعه زندگی میکنن، که سازمان های بین المللی حقوق بشر مثل عفو بین الملل، مثل دیدبان حقوق بشر، مثل فدراسیون بین المللی حقوق بشر که اینا فراملیتی عمل میکنن، اینها کمک های معنوی و تبلیغاتی وسیعی از نظر جمع اطلاعات به مبارزین حقوق بشر می کنن که بی نهایت قابل ارزشن، ولی دولت های حاکم دنبال منافع امنیتی و اقتصادی خودشون هستند و مسئله حقوق بشر به عنوان یک امر تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیره. بعضی مواقع هم می تونه اولویت داشته باشه، مثلا در اروپای شرقی دوران جنگ سرد که آمریکا منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا میتونست از طریق دفاع از حقوق بشر پیگیری بشه. این واقعیت در ایران و عربستان و سعودی و مصر وجود نداره. آقای دکتر، من میخواستم یک گذری هم داشته باشیم به جایگاه ایران در منطقه بعد از اجرایی شدن برجام. آیا اجرایی شدن برجام تأثیری در ارتقای جایگاه ایران در منطقه خواهد داشت؟ اگه ایران سعی میکنه که از عبارت شیعه و تشیع استفاده نکنه و خودش رو به عنوان معرف اسلام راستین مطرح بکنه، ولی همه در منطقه خاورمیانه میدونن که یک جنگ تقابل شیعه و سنی ایجاد شده،
ایران یک سوی این تقابل عربستان سعودی و سنی ها در سوی اون در این تقابل بازنده اصلی همه مردم منطقه هستند. این جنگی که امروز در سوریه یا در عراق یا در یمن وجود داره برنده نخواهد داشت. فاجعه ایست برای همه مردم این منطقه و رژیم ایران در این فاجعه نقش اساسی داره. بنابراین رژیم ایران فقط موقعی میتونه کمک بکنه به این ماجراها که کنار بکشه از دخالتهای نظامی خودش در این کشورها. ولی با نهایت تأسف تا کنون هیچ امید و انتظاری به این نمیره که ایران از دخالتهای خودش در عراق و سوریه و یمن دست بکشه، اگرچه امروز با اسناد و مدارک قابل توجهی داریم که روز به روز هزینه اقتصادی و انزوای سیاسی حاصل از این دخالت ها برای ایران داره سنگین تر میشه. ولی کی دست برمیدارن از این، این رو ما نمیدونیم. وقتی ماو تسه‌تونگ مرد، عده ای از طرفداران او که هنوز میخواستن انقلاب فرهنگی رو در اون کشور ادامه بدن دستگیر شدن و اعدام شدن و ماو تسه‌تونگ به اون شکل قدیمش از بین رفت. ایران هم به این دوراهی خواهد رسید و بدون چون و چرا دکون صدور انقلاب بسته خواهد شد، ولی کی و با چه بهایی قابل پیش بینی نیست. دکتر منصور فرهنگ، نماینده سابق ایران در سازمان ملل و استاد دانشگاه، ممنونم از شرکت شما در برنامه. با شکرم. برنامه امروز ما همین لحظه به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. با ما از طریق نشانی هایی که بر صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و نظرات، پیشنهادات و نقدهای خود را با ما در میان بگذارید. تا دیدار دیگر، شب و روز شما خوش.